الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين الإمام المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. من سخن رو کوتاه می کنم به دلیل تأخیر شروع مراسم، اما محفل محفلیست در میان همرزمان عزیزمان بچه های خیبر. پشت سر من جایگاه مقدس شهید دستواره قائم مقام لشکر 27 که توفیق داشتیم در خدمتش باشیم و در مقابل بازماندگان جنگ، جانبازان و همرزمان این دوستان. من در سایتم مطلبی رو نوشتم، با اون شروع می کنم. در اونجا نوشتم که ایران را آژانس شیشه‌ای می کنیم و خاطره ای نقل کردم. حاج رضا اینجاست، می دونه. بعد از عملیات کربلا 1، فتح مهران و ارتفاعات قلاویزان برگشتیم به قرارگاه لشکر سیدالشهدا در قلاجه، 45 کیلومتری اسلام آباد غرب. بچه ها برای استراحت بعد از خستگی عملیات سنگین مهران به اسلام آباد رفتن. یک پاسبان جاهل به گونه یک بسیجی از جنگ برگشته که برای حفظ کیان این مملکت و مال و ناموس ما تلاش کرده و جان خود رو در طبق اخلاص قرار داده، سیلی به گوش این بسیجی میزنه از بچه های گردان قمر بنی هاشم. من اون روز بیسیمچی گردان قمر بنی هاشم بودم. میخوام با خاطره جنگ شروع کنیم. وقتی بسیجی سیلی خورده به قرارگاه قلاجه اومد، بچه ها دوشکا رو روی لنگکروز بستن و یک ساعت بعد اسلام آباد غرب در تصرف گردان قمر بنی هاشم بود و کسانی که ظلم کرده بودند به بسیجی در صحن شهربانی اسلام آباد غرب سینه خیز می رفتن با لباسهای اتو کشیده. اون بسیجی ها هنوز زندن و اگر بنا باشد ظلمی بشود، تعدی به بیت المال بشود و یک بسیجی دیگه ای در زندان باشد و جانباز باشد، نکنیم کاری که باز حماسه اسلام آباد، همون حماسه ای که الهام بخش فیلم سینمایی آژانس شیشه‌ای شد، تکرار بشه. ببینید انقلاب ما انقلاب نان مسکن و این طور مسائل نبود، یک انقلاب اقتصادی نبود، یک اعتراض اقتصادی نبود، یک انقلاب کاملا ایدئولوژیک برای رسیدن به حکومت ناب علوی بود. 1400 سال اگر علی برای تمامی ادیان مذاهب محترم است و سر تعظیم بر عظمت علی فرود می آورند، بلای این است که وقتی که عقیل میاد زیاده خواهی از بیت المال می کنه، آهن گداخته ای رو در کف دست برادر می گذارد و می گوید تحمل این آهن گداخته رو نداری، چطور می خواهم من آهن آتش جهنم رو تحمل کنم. وقتی آتکه عمه می آید و زیاده
قیاده میخواهد میگوید تو سهم من رو از بیت المال با سهم کنیزکان من برابر قرار داده ای. امیر مؤمنان میفرماید آدم و حوا کنیز به دنیا نیاورده، یکسانی. اینها هست که علی رو علی میکند. اگر میخواهیم جمهوری اسلامی بماند باید این گونه باشه. این که فکر کنیم حفظ نظام واجب است حتی به از دست دادن ارزش ها، ما اون نظام رو نمیخوام. اگر بنا باشه ارزش های اسلامی رو از دست بدهیم و حکومت کنیم، ما اون حکومت رو نمیخواهیم. میخواهیم بمانیم برای حفظ ارزش ها. شهید دادیم برای حفظ ارزش ها. و باز حضرت گردنبند عاریه از بیت المال رو بر گردن دخترش میبینند، فریاد برمیآورد. بعد معلوم می شود که مسئول بیت المال این رو عاریه مضمونه داده. می فرماید اگر عاریه مضمونه نبود دستتو قطع می کردم، ولی نباید می دادی. توبیخش می کنم. میریم بالاتر. ابن عباس فقیه مجتهد قطعا از خیلی از مراجع امروز ما اعلم است. ملاس والی علیس، کارگزار علیس. چجوری می نویسه؟ پسر عموی علیس. میگه شنیدم در مهمانی کسانی رفتی که مستضعفین و فقرا در اون راه نداشتن. اگر صحت داشته باشد، یعنی تحقیق میکنم ببینم چه خبره. با شمشیری تو را ادب خواهم کرد که به هر که زدم به قعر جهنم رفت. با ابن عباس صحبت میکنه، با یک مخالف نیست، با معاویه نیست، با ابن زیاد هم نیست، با پسر عمش. باز حکایت دیگه، ما داریم مبارزه با مفاسد اقتصادی در سیره علوی رو نگاه میکنیم، بعد خیلی کار داریم. به ابو رفاعه حاکم اهواز مینویسه، خبر میاد مسئول مالیات خلاف مالی انجام داده، ابن حرمه. به ابو رفاعه حاکم اهواز مینویسه این نامه که به دست تو رسید ابن حرمه رو برکنار کن، به زندانش بیفکن، آبرویش را بریز. علی تعارف میکنه، آبروی مردم گناه داره، بچه هاش چه تقصیری دارن، اون دزدی کرده، آبرویش را بریز، به همه بلاد بنویس که علی با متخلف اقتصادی چنین برخوردی کرد. وقتی که سایر زندانی ها رو برای هواخودی میاری بیرون، او رو بیرون نیار، لیاقت هوای آزاد هم ندارد. ببینید علی با متخلفین دیگه این برخورد رو نداره، با کارگزاران حکومت برخورد قاطع داره که ریشه فساد اقتصادی رو بکنه. این سیره علوی که 1400 سال عرب و عجم، یهودی و مسیحی و مسلمان و بودایی سر تعظیم فرود آوردند و در عظمت این مرد بزرگ کسی تردید نمی کنه. ما می خواهیم حکومت علوی الگوی ما باشد یا می خواهیم حکومت کنیم؟ حواسمون باشه یه موقعی رفتیم جنگیدیم تو خاکیزا، امروز می خواهم لذتش رو بریم حکومت کنیم. دروغ نگیم، برای خدا نیست. می خواهم حکومت کنیم، خیلی شیرینه آقایی، شیرینه حکومت، شیرینه دل بستیم به حکومت. اسمشم می ذاریم حفظ نظام فاید. خودم نظام اسلامی، نظامی که مردم رو از دین بری نکنه، نظامی که مردم رو بی دین نکنه. ما چقدر توسعه اسلام علوی پیشرفت کردیم، فقر و فساد و فحشا کم شده یا زیاد؟ فساد اداری و اقتصادی کم شده یا زیاد؟ رتبه ما در فساد اداری دقیقا به خاطر ندارم، اما نزدیک به کشورهای آخر جهان 147. این فاجعه است. اخیرا خب در آبان ماه ما به کنوانسیون مبارزه با فساد اقتصادی ملحق شدیم و امضا کردیم و اون کنوانسیون برای ما مثل قانون است. در اونجا ذکر میشه که بایستی مسائل مالی و اقتصادی کشور شفاف باشد، همه آحاد کشور توانند
به اون دسترسی داشته باشند و بتوانند اگر فساد مالی دیدند شرط امتشاد داشته.